همیهنان گرامی، درود بر شما. قتل و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی به یک امر عادی بدل شده. پس از قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و شمار زیادی از زندانیان سیاسی در زندانهای رجای شهر، اوین، کهریزک، بیزلاباد کرمانشاه و در هر زندانی که در جمهوری اسلامی وجود داره، عبدالله مؤمنی سخنگوی دفتر ادوار تحکیم وحدت شکایتنامه ای رو تنظیم کرده از بازجوها و شکنجگرانش و اون رو به دادستان تهران ارسال کرده. چندی پیش هم آقای مؤمنی نامه ای با آقای خامنه ای نوشته بودند که وجود اذیت و آزار زندانیان رو به ایشون گوشزد کرده بودند، اما نتیجه ای نداشت. در ایران مرجعی برای رسیدگی به فریاد زندانیان سیاسی و خانواده اونها نیست. به گزارش ادوار نیوز، عبدالله مؤمنی رئیس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران در ادوار تحکیم وحدت با تنظیم شکایت نامه ای از افرادی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در شکنجه او نقش داشتن شکایت کرده. مؤمنی در شکایت نامه خود این افراد را از جمله شکنجهگران اصلی خود در طول دوران بازداشتش در بند 209 زندان اوین نام برده. سخنگوی سازمان ادوار پس از پایان دوره مرخصی خود به بند 305 زندان اوین منتقل شده و همکنون در اونجا به سر میبره. به این مدتی رو در سلول انفرادی به سر برده بود و همراه با چند زندانی دیگه از جمله علی ملیحی 17 روز رو در اعتصاب قضا به سر برد. مؤمنی پیش از این هم نامه سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای منتشر کرده بود و در اون شکنجه هایی رو که در طول این دوران بر او رفته بود به ایشون گوشزد کرده بود. عبدالله مؤمنی در بخش از نامه خود رفتارهای بازجوی اشاره کرده که در زندان اوین به نام سید معروفه، بازجویی که همیشه متهماش رو کتک میزنه و با آنها فحاشی میکنه. او به این رفتارها افتخار میکنه و خودش رو تهرانی ساواک نامیده است. این آقای سید مؤمنی بارها توسط بازجو سید صالحی شکنجه شده و حیدریفر بارزپست هم نه تنها با این شکنجه ها مخالفتی نمی کنه، بلکه با اونها هم همراهی نشون میده. قاضی صلواتی، قاضی پرونده عبدالله مؤمنی هم که هر موقع ایشون رو میدیده توصیه میکرده که اگر نظر بازجوهاش رو برآورده نکنه حکم سنگینی برای او صادر خواهد شد. سید صالحی بارها گفته که من باید عبدالله مؤمنی رو بشکنم و تا این کار رو نکنم او رو رها نخواهم کرد. سید صالحی بازجوی پرونده بسیاری از زندانیان حوادث پس از انتخابات از جمله حمزه کرمی هم بوده. او بارها به زندانیان گفته که من میتونم شما رو برای همیشه در اینجا نگه دارم، میتونم از قاضی بخوام که سالها براتون حکم زندان ببره، نمیگذارم به این زودی ها این دادگاه شما تشکیل بشه. به هر حال امیدوارم که یک وجدان بیداری در این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیدا بشه که به این شکایت ها رسیدگی کنه. متاسفانه تا به حال هیچ یک از خانواده مقتولین در زندان ها و هیچ یک از زندانی هایی که شکنجه شدن دادخواهی صورت نگرفته، به شکایت های اینها رسیدگی نشده، مرجعی در ایران نیست که به این شکایات رسیدگی بشه. امید ما به مراجع بین المللی مثل سازمان ملل، مثل عفو بین الملل، مثل دیدبان حقوق بشر، این سازمان ها هستش که انعکاس بدن این ظلم و بیداری که بر زندانیان در ایران میره، قتل و شکنجه هایی که در ایران صورت گرفته، و شاید ما از طریق مجاری بین المللی بتونیم یک کاری برای هموطنانمون انجام بدیم. درخواست اعزام نماینده ویژه به ایران برای رسیدگی به وضع زندان‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران یک درخواست ملی هست و هر سازمان سیاسی و هر انسان ایران دوستی وظیفه داره که در این راه گامی برداره، قدمی برداره. در همین رابطه باید به اطلاعتون برسونم که عیسی خان حاتمی عضو
شورای مرکزی جبهه ملی ایران هم روز گذشته به دادگاه انقلاب فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران هرنا، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ایشون رو به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرده که پرونده ایشون برای تجدید نظر به شعبه 54 دادگاه ارجاع شده. هرنا همینطور نوشته که در جریان دادگاه قاضی مقیسه به آقای حاتمی گفته بوده که چون تو با اعدام مخالف هستی، من تو رو به این جور اعدام میکنم. آقای دادخواه وکیل پرونده هم با این گونه برخورد آقای قاضی با عیسی خان حاتمی مخالفت کرده و به استناد ماده 210 قانون دادرسی کیفری این نوع برخورد رو غیر قانونی اعلام کرده. به هر حال ما در انتظار این حکم بیدادگاه برای آقای عیسی خان حاتمی هستیم. در جریان انتخابات به غیر از عیسی خان حاتمی، آقای مهندس کوروش زعیم، آقای دکتر حسین موسویان، حمید رضا خادم، سلمان سیما و چند عضو دیگر به زندان رفتند و اتهاماتی به اونها نسبت داده شد که همش بی اساس است. همچنین پیمان عارف، عضو جبهه ملی و از مسئولین سازمان دانش آموختگان جبهه ملی هم، البته قبل از این جریانات در زندان بود ولی با وقایع پس از انتخابات بدرفتاری نسبت به او تشدید شد. این افراد فعلا در خارج از زندان هستند اما پروندهشون مختومه اعلام نشده. یک خبر دیگه هم در مورد خانم نازنین خسروانی هست که چند وقت 2-3 روز پیش خبرش رو خدمتتون اعلام کردم، که خبرش رو چند روز پیش خدمتتون گفتیم که ایشون بازداشت شدن و به مکان نامعلومی برده شدند. به گزارش رادیو فردا، خانواده نازنین خسروانی هنوز از محل نگهداری او بیخبر هستند و طبق گفته مسئولان زندان اوین، نام ایشون در فهرست ثبت شده زندانیان اوین وجود نداره. الان 5 روز هستش که از بازداشت خانم خسروانی میگذره و روز چهارشنبه گذشته بود که مامورین بعد از تفتیش منزل ایشون و ضبط کامپیوتر و وسایل شخصیشون، ایشون رو به مکان نامعلومی انتقال دادن. همیهنان گرامی، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی آزادی تمام زندانیان عقیدتی در سراسر جهان، پاینده ایران.